نوبت به پیام آقای دکتر ناصر مهاجر میرسه که از محققان امور سیاسی اجتماعی و فعال چپ ایران هستند. با درود و سپاس از برگزار کنندگان این نشست و در همدردی با خیشان و دوستان ابوالحسن بنی صدر، عنوان این نوشته رو گذاشتم بنی صدری که من شناختم. انسان سیاسی آرمانخواهی بود، به این معنا که سیاست را در خدمت پیشبرد آرمانش به کار می‌بست و آرمانش آمیزه‌ای بود از چند چیز: آزادی خواهی، استقلال ایران، رشد کشور از رهگذر گونه‌ای تجدد و اسلامی پالایش یافته. آزادی را حق همه گرایش‌های سیاسی موجود در جامعه می‌دانست. هم از این رو نیز بود که بحث آزاد را می ستود و با سانسور می ستیزید. استقلال هم در نگاهش امری مجرد و کلی نبود، امری مشخص بود و ملاک سنجش اصالت اهل سیاست، اندیشه و فرهنگ. آنکه برای پیشبرد و معارضه با ارتجاع داخلی از بیگانه پول می گرفت و با قدرت‌های جهانی یا منطقه‌ای می ساخت، وابسته بود و عامل خارجی. از رشد و توسعه اقتصادی ایران که سخن می گفت، بر اصل رشد درونزا انگشت می گذاشت. کارنامه سیاسیش همچون کارنامه هر کنشگر سیاسی از اشتباه بری نبود. اشتباه بزرگش همانا همیاری با آیت الله خمینی بود و تلاش برای پیریزی، برپایی و استوارسازی جمهوری اسلامی ایران. اما آنگاه که دریافت حکومت برآمده از انقلاب بهمن 1357 ناهمزاد با زمان است و ناسازگار با آرمانهایش، به قدرت پشت کرد، ریاست جمهوری اسلامی را واگذارد و به صف مخالفان پیوست. این نخستین بار نبود که ابوالحسن بنی صدر در پایبندی به آرمان از قدرت چشم می پوشید. در جریان کشمکش ها و جدال های جبهه ملی دوم نیز، وقتی بیژن جزنی و یارانش را از مشارکت در کنگره جبهه ملی باز داشتند، بیباکانه پا پیش گذاشت و متن چپی های حذف شده را در کنگره خواند، متنی که تفاهم جبهه ملی را با آمریکا به سختی انتقاد می کرد. با آگاهی نسبت به پیامدهای زیانبار شخصی کمر به این کار بست. در این باره نوشته است، نقل قول: روزی بعد از آن دکتر صدیقی به این جانب گفت: انتخاب شما به عضویت شورای جبهه ملی مسلم بود، به دست خود آن را خراب کردید. استدلال این جانب این بود که خط مصدقی، خط استقلال از روس و امریکا هر دوست. اینک گروهی دانشجو که برخی از آنها شاگرد خود شما هستند، بر متولیگری روس ها بر مارکسیسم شورش کردند. آیا نباید جبهه ملی به روی آنها آغوش بکشاید؟ با همین منش و نگرش، دست در دست طیف به نسبت گسترده‌ای از جریان‌های سیاسی و روشنفکران دموکرات و چپگرا گذاشت و در هماهنگی با مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت را بنیان گذاشت، با هدف شتاب بخشیدن به روند سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. اما هنگامی که شورای ملی مقاومت برای رسیدن به قدرت از آزاد منشیو استقلال دوری گزید و اصل هدف وسیله را توجیه می کند ملاک کار خود قرار داد، یک سره از شورا گسست و عطای سیاست را به لقایان بخشید. تبلیغ و ترویج ارزش‌های جمهوری خواهی پیشرو را پیشه کرد و پیگیری در پیکار علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران را. نمونه بارزش شرکت در دادگاه میکنوس بود و
شهادت تاریخیش درباره چند و چون تشکیلات ترور جمهوری اسلامی در خارج از ایران. بی پرده خود را برانداز می‌خواند، برانداز جمهوری اسلامی. به این سبب نیز بود که با پاگیری جمهوری خواهان دموکرات و لائیک همچون یک دین باور لائیک از آن جریان پشتیبانی کرد که در بیانیه پیدایشش از ضرورت برافتادن جمهوری اسلامی سخن می گفت، جدایی دین از دولت، برآوردن کلیه آزادی های دموکراتیک از راه برقراری جمهوری لائیک و دموکراتیک و پایبند به موازین جهانی حقوق بشر، رعایت شأن و حیثیت ذاتی انسان، آزادی عقیده و ادیان، برابری حقوق زن و مرد، تأمین عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت‌های ملی و قومی ایران. نامش در تاریخ ایران میماند و یادش گرامی.